سلام، امروز 18 ژانویه 2022 هست که در خدمتون هستم. امروز میخوام در مورد کشمکش هایی که ممکنه بین والدین و نوجوانان پیش بیاد یک مقدار با هم صحبت بکنیم. معمولا عمده مشکلاتی که بین والدین و نوجوانان به وجود میاد در مورد درس خوندن اونها، مرتب کردن اتاقشون، مسئولیت هایی که در مورد مسائل شخصی خودشون دارن بروز میکنه و دیده میشه و خب خیلی از اینها مربوط میشه به تفاوت نگرش که بین یک نوجوان در یک سنی که ما از اون به عنوان یک سن بحرانی و استقلال طلبانه یاد میکنیم و این تفاوت نگرشی که بین اونها توی اون سن و والدین هست مربوط میشه و از طرفی گاهی وقتا هم نوجوان که میدونه یک سری از این رفتارها، یک سری از این مسئولیت ها مثل درس خوندن، تمیز کردن اتاق و مسئول شخصی که اون داره، وظایف شخصی که اون داره برای والدین اهمیت داره، گاهی وقتا از اون به عنوان یک اهرم قدرت استفاده میکنه برای اینکه اوضاع رو توی رابطه با والدینش تحت کنترل قرار بده. خب خیلی اهمیت داره که ما بدونیم چه اتفاقی افتاده برای اون این رفتارهایی مثل درس خوندن یا رفتارهایی مثل انجام وظایف شخصی خودش چه معنایی برای والدین داره، چه معنایی برای اون داره، چه اتفاقی افتاده، آیا گفتگو بین والدین و نوجوان قطع شده، آیا خشمی وجود داره از طرف نوجوان نسبت به والدین، اون احساس میکنه شنیده نشده. لازم هست که این موارد حتما بررسی بشه، اما خب باید دقت بکنیم معنای این وظایف و رفتارهایی که ما میدونیم برای نوجوان چی هست. گاهی وقتا برای اون درس خوندن مهمترین مسئولیتی هست که اون داره، اون پیام هایی رو از اطرافش دریافت میکنه، این پیام ها از طرف والدین، از طرف رسانه ها، از طرف اجتماع به اون میرسه و در واقع گاهی وقتا بعضی از نوجوان ها مهمترین کار رو توی زندگی خودشون درس خوندن میدونن و هیچ توجهی به چیزهای دیگه اطرافشون ندارن، چون فکر میکنن که این پیام بهشون داده شده یا پیام ها براشون این معنا رو داشته که مهمترین کار زندگی اونها این هست که فقط درس بخونن و هیچ مسئولیتی ندارن، در حالی که خب موارد دیگه هم مهمه، ابعاد دیگه زندگی یک نوجوان هم مهمه، سلامت روانش، سلامت جسمش و محیط اطرافش بسیار بسیار اهمیت داره، روابط اجتماعیش بسیار اهمیت داره و خب اگر که ما خودمون ناخودآگاه پیام هایی رو به نوجوانمون القا کرده باشیم، ممکنه که به شکل بازخورد های رفتاری توی مدل زندگی نوجوان رو ببینیم. حتی گاهی وقتا یک لبخند یا یک اخم کردن هم میتونه پیام های معناداری رو برای نوجوان برای انجام یه سری وظایفش و کارهایی که فکر بکنه که اون موظفه که انجام بده و جزء برنامه های زندگی اون هست خواهد داشت و اثر خواهد داشت روی نوجوان. برای نوجوان اتاق اون قلمروی شخصی اون هست و در واقع قلمرویی که نوجوان استقلال خودش رو در اون به نمایش میگذاره. گاهی وقتا یک نوجوان بلد نیست که استقلال خودش رو چطور به نمایش بگذاره و گاهی وقتا در این مورد دچار یک سری نوسان‌هایی میشه. معمولاً یک فرد تا سن 25-26 سالگی به این ثبات نرسیده که به لحاظ فکری و عاطفی ثبات کاملی داشته باشه، بنابراین ما ممکنه که نوسان‌هایی رو ببینیم و این رو به شکل بحران‌هایی توی دوره نوجوانی هم مشاهده بکنیم. نوجوان معمولاً به صورت آرام و پیوسته باید به سمت استقلال بره، اما اگر با شرایطی روبرو بشه توی خانواده خودش که مثلا یک شرایط محدود کننده باشه و یا اینکه والدین اون و خانوادهش برای فاصله گرفتن اون و استقلال اون کمکی به اون نکنن یا وابستگی شدید عاطفی وجود داشته باشه، معمولاً برای اون راحت نخواهد بود جدا شدن و مستقل شدن و متفاوت بودن و در نتیجه ممکنه که با یک رفتارهای انفجاری، خشمهای انفجاری و یا کشمکشهای این استقلال خودشو نشون بده که ما خیلی وقت توی یک نوجوان اون رو مشاهده میکنیم.
خب اگر به اون این پیام داده بشه که اتاق فضای شخصی اونه، اون تعیین کننده نظم اتاق، اون تعیین کننده و مسئول هست، مسئول تمیز کردن اون اتاق هست، خب قطعا و اینکه حالا میتونه به میل و سلیقه خودشون اتاق رو چیدمان بکنه، قطعا این کمک میکنه به احساس تعلقی که نوجوان در مورد اتاق خودش داره و بنابراین وظایفی که در این مورد انجام میده هم تحت تاثیر این مسئله قرار خواهد گرفت به تبع. و خب اگر قرار باشه که بدون اجازه و سرزده دائم وارد اتاق اون بشیم، یا اگه در رو بسته دائم اعتراض بکنیم که چرا در رو بستی، در رو باز بگذار، یعنی اون تعیین کننده نیست و اون محدوده شخصی اون نیست و در این حال نمیتونیم بخوایم از اون که مسئولیت جایی رو که بهش احساس تعلقی نداره و در حالی که میتونه قلمرو استقلال اون باشه تمام و کمال به عهده بگیره. یعنی نمیتونیم موقعی که اون داره توی اون قلمرو استراحت میکنه یا با دوستش صحبت میکنه ما وارد حریم اون بشیم و احساس تعلق اون رو از بین ببریم و در این حال بخوایم که اون در مورد تمیز کردن اون اتاق یا نظم اون اتاق احساس وظیفه بکنه و مسئولیت پذیر باشه. این پیام دوگانه‌ایه که ممکنه ما به نوجوان خودمون برسونیم و این قطعا اثر مخربی خواهد داشت. وقتی ما پیام دوگانه به یک نوجوان میرسونیم نباید توقع نتیجه مثبتی داشته باشیم، معمولا نتیجه منفی خواهد بود. خب قطعا توی همچین حالتی هویت اون زیر سوال میره، احساس تعلق اون زیر سوال میره و مکانی نیست که اون رو از خودش بدونه و این قضیه میتونه خب تحت تاثیر قرار بده مثلا. اما همه اینا اگر درست پیش رفت، یعنی اگر ما استقلال اون رو محترم شمردیم، احساس تعلق رو در اون ایجاد کردیم و باز هم مسائلی وجود داشت که باز هم اون وظایف خودش رو انجام نمیداد راجع به قلمرو شخصی خودش، ممکنه با یه سری مسائل دیگه روبرو باشیم، از جمله اینکه شاید مفهوم مسئولیت، تعریف مسئولیت برای اون متفاوته، باید باهاش گفتگو کرد. شاید معنای تمیزی برای اون متفاوته، باز باید باهاش گفتگو کرد. شاید تمیز بودن رو بلد نیست، باید بهش کمک کرد. شاید فکر میکنه که وظیفه فرد دیگه ایه که این کارها رو توی خونه انجام بده و گاهی حتی یه مبارزه قدرتی رو ممکنه با والدین خودش به راه انداخته باشه. باید همه این موارد رو توجه کرد بهش و خب اگر که کشمکش های عمیقی وجود داره لازم که کمک گرفته بشه توی همچین مواردی از مشاور. این که آیا احترام گذاشتن به شیوه نوجوان، به شیوه فرزند تایید بی‌نظمی‌های اون هست، قطعا اینطور نیست. اینکه ما احترام به سلیقه اون بگذاریم، احترام به شخصیتش بگذاریم در محدوده شخصی اون، بسیار این مسئله اهمیت داره. مفهوم تفاوت بین نظم و ترتیب رو که ممکنه از دیدگاه اون با دیدگاه ما متفاوت باشه باید قطعا در نظر بگیریم و نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم. دقت بکنیم، همیشه عدم انجام این کارها توسط نوجوان به خاطر عدم مسئولیت پذیری نیست. گاهی وقتا نداشتن انگیزه و حتی افسردگی هم میتونه باعث این مسئله باشه. قطعا برای اینکه یه نظم ترتیبی برقرار بشه خود ما هم نیاز داریم که ذهن منظمی داشته باشیم. یک ذهن شلوغ نمیتونه نظم و ترتیبی رو در اطراف خودش به وجود بیاره. باید ببینیم چه اتفاقی در نوجوانمون افتاده. اگر نوجوانی داشتیم که قبلا خیلی خوب این کارها رو انجام میداد ولی الان یک دفعه تغییر کرده، قبلا اتاقش رو تمیز میکرد، نظم و ترتیب میداد، سلیقه به خرج میداد و یک دفعه همه چیز رو رها کرده و تغییر کرده، باید ببینیم چه اتفاق در درونش افتاده. خب گاهی وقتا مشکلات عمیقی نوجوان‌ها با والدینشون دارن، کشمکش‌های شدیدی رو دارن، ناسازگار هستن، رفتارهای خطرناک نشون میدن، باید به اون نشون بدیم و بفهمونیم که اجازه نداره اینطور رفتار بکنه و قطعا توی این موارد لازم هست از متخصص کمک بگیریم توی این زمینه. و خب اگر میخواد که دائما قلدری کنه، سوء استفاده بکنه از والدینش، باید به اون بگیم که و نشون بدیم که اجازه نداره این کار رو بکنه و قاطعانه با این رفتارها برخورد بکنیم. خب حالا این عدم مسئولیت پذیری که دائم داریم راجبش صحبت میکنیم و توی نوجوان ها ممکنه که تبدیل به یک کشمکش بشه، از کی آغاز میشه؟ در واقع از وقتی که
نوجوان فکر میکنه که از پس اون کارها بر نمیاد یا نمیخواد که اون کار رو انجام بده، ما با یک عدم مسئولیت پذیری میتونیم روبرو باشیم. و اگر دوره های رشدی رو یک نوجوان خوب درست طی کرده باشه و مشکلی پیش نیامده باشه، معمولا یک انسانی که در حال رشد هست دوست داره برای افزایش توانمندی های خودش کارهای جدیدی رو امتحان بکنه و مسئولیت هایی رو بپذیره. و قطعا وقتی این اتفاق نمیفته و ما توی نوجوانی چنین چیزی رو نمیبینیم، باید مطمئن بشیم که اشکالی وجود داره توی فرایند رشدی، یک اتفاق اشتباهی افتاده و اون نوجوان نیاز به کمک داره. این که به هر حال وقتی یک جریان رشدی با وقفه روبرو میشه، حتما این نیستش که ما به عنوان والد خطایی رو مرتکب شدیم. شاید مسائل دیگه ای هم وجود داشته باشه، برای اینکه این فقط ما والدین نیستیم که روی نوجوانمون اثر میذاریم. زندگی اون گسترده تر هست از نوجوانی که شاید 10 یا 20 سال پیش ما باهاش مواجه بودیم و خب با رسانه ها با اینترنت در ارتباط هست و اینها میتونه که روی اون هم اثر گذاشته باشه. اساساً وقتی که به نوجوان نقش فعالی داده نشه و اون خودش رو مسئول خواسته های خودش نبینه، معمولاً مسئولیتی نمیپذیره و چون خواسته ای رو در واقع درخواستی رو بدون اینکه رفع بشه باهاش روبرو نیست، یعنی فضای خواستنی رو تجربه نمیکنه و همه چیز براش فراهم هست. گاهی وقتا هم این مسئله مربوط میشه به اینکه اون دائما خواسته های دیگران رو برآورده کرده، مثلا خواسته های والدینش رو برآورده کرده، این کارا رو انجام داده، این مسئولیت ها رو انجام داده تا مادرش رو خوشحال کنه، دوستش رو خوشحال کنه، پدرش رو خوشحال کنه، خواهرش رو خوشحال بکنه. و اون وقت هیچ وقت از اون نپرسیدن که تو چی میخوای، با چه چیزی احساس موفقیت میکنی، با چه چیزی احساس اعتماد به نفس میکنی. و خب اینا همه موارد مطرحیه که توی جریان مسئولیت پذیری میتونه خیلی دخیل باشه. چیز دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم، اگر فرایند پروسه مسئولیت پذیری در یک فرزندی تا قبل از 18 سالگی شکل نگیره و با مشکل مواجه شده باشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بعد از اون تغییر قابل ملاحظه خود به خود اتفاق بیفته. معمولا ناسازگاری ها و کشمکش ها شدیدتر میشه و نوجوان خودش رو ملزم نمیدونه که با والدین هماهنگ بکنه، مگر اینکه مجبور باشه این کارو بکنه، و یا اینکه خیلی وقتا والدین هستن که مجبورن خودشون رو با نوجوان هماهنگ بکنن. و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که بهتر هست که اون نوجوان دیگه به لحاظ مکانی مستقل بشه، چون کشمکش ها شدیدتر میشه. بنابراین باید دقت بکنیم که هر اتفاقی که قراره بیفته، هر سیستم تربیتی که قراره پیاده بشه، بهتره که قبل از 18 سالگی اتفاق بیفته و ما بعد از اون قطعا اگر که مسائل حل نشده داشته باشیم، با بحران هایی روبرو خواهیم بود. یه مسئله دیگه هم وجود داره، والدینی که با هم اختلاف نظر دارن هم میتونن باعث عدم مسئولیت پذیری یک نوجوان بشن، به خاطر اینکه با هم هماهنگ نیستن، برنامه های تربیتی مشخصی رو ندارن و نوجوان این رو متوجه میشه و از این اختلاف نظر بین اونها سوء استفاده میکنه و میره به سمت اینکه مسئولیت هایی رو انجام نده و از قبلش شونه خالی بکنه. بنابراین خیلی اهمیت داره که اگر ما مشکلاتی با هم داریم به عنوان زوج، به این مسئله دقت داشته باشیم که اگر توی حوزه تربیتی این مشکلات رو با هم هماهنگ نکنیم، قطعا باعث میشه که با موارد بحرانی تری با در نوجوانمون مواجه بشیم. من امیدوارم که توضیحاتی که دادم بتونه کمک کننده باشه. اگر سوالی داشتید میتونید در مسنجر و یا واتساپ شماره 604-818-3071 با من تماس بگیرید، بر من پیغام بگذارید، من در حد توانم پاسخگو خواهم بود. دوستانی هم هستند که نیاز به جلسات مشاوره چه به صورت حضوری چه به صورت آنلاین دارن، میتونن با من تماس بگیرن با شماره 604-818-3071، من در خدمتشون خواهم بود و توضیحات رو خدمتشون ارائه خواهم داد. دوستانی هم هستن که تحت پوشش بیمه های شغلی
دانشجویی یا تکمیلی هستن میتونن با من تماس بگیرن برای استفاده از بیمه هاشون و داشتن این جلسات. خدمتشون توضیح خواهم داد. دوستانی هم هستن که تحت پوشش سی وب هستن، ویکتیم سرویسز، تحت خشونت قرار گرفتن، میتونن بدون پرداخت هزینه این جلسات رو داشته باشن، میتونن با من تماس بگیرن. دوستانی هم هستن که تحت پوشش بیمه تصادفات ICBC هستن، میتونن با من تماس بگیرن، بدون پرداخت هزینه این جلسات رو خواهند داشت. و دوستانی هم که در محل کار آسیب دیدن تحت پوشش ورک سیف بی سی میتونن با من تماس بگیرن که بتونن این جلسات رو بدون پرداخت هزینه داشته باشن. من امیدوارم که بتونم هفته آینده هم در خدمتون باشم و بحث دیگه رو با هم شروع خواهیم کرد. و باز هم تشکر میکنم از همراهی شما با این برنامه. شماره تماس خودم رو باز هم اعلام میکنم: 604-818-3071. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا روز و روزگار دیگه‌ای که با هم صحبت خواهیم کرد. روز و روزگار همه شما خوش. خدا نگهدارتون.